ارتداد. ترک دین در رهایی از مذهب می باشد. در افغانستان، ایران، مالزی، مالدیو، موریتانی، قطر، عربستان سعودی، سومالی، امارات متحده عربی و یمن ارتداد با مجازات اعدام روبرو می شود و در بسیاری دیگر از کشورهای اسلام زده ارتداد جرم به حساب می آید. در پاکستان، عدم اعتقاد به خدا و مرتدین تحت عنوان قانون شریعت اسلام محاکمه و اعدام می شود. در عربستان سعودی، آتئیسم رسماً به عنوان تروریسم شناخته می شود. در آن دسته از کشورهایی که حکم اعدام برای مجرمین صادر نمی کنند، مانند هند و بنگلادش، اسلامگرایان آنان را که مشکوک به ارتداد هستند خود ترور می کنند. 22 آگوست به عنوان روز ارتداد نامگذاری شده است، چرا که سازمان ملل همین روز را برای یاد قربانیانی که مورد خشونت و آزار و اذیت به دلیل اعتقادات خود قرار گرفتند گرامی داشته است. به علاوه این که اواخر ماه آگوست مصادف است با کشتارهای 1988 که در موج دوم آن هزاران تن از خدا ناباوران در ایران که در پاسخ به سوالاتی کوتاه چون آیا مسلمان هستی؟ آیا به الله اعتقاد داری؟ آیا قرآن کلام خداست؟ آیا شهادت می دهی که محمد پیغمبر خداست؟ آیا در ماه رمضان روزه می گیری؟ و آیا نماز و قرآن می خوانی؟ فقط نه گفتند، در جا اعدام شد. در این روز تازه تأسیس بار دیگر ما خواسته های خود را به شهر زیر اعلام می کنیم: بزرگ داشت قربانیان قوانین ارتداد، منع جرم انگاری و پایان دادن به اعدام مرتدین در کشورهایی که قوانین اسلامی در آنان حاکم است، پایان دادن به خشونت و ترد شدن توسط خانواده و نزدیکان افرادی که از دین رو بر می گردانند، به رسمیت شناختن آزادی فکر، اندیشه، اعتقادات و حق آزادی بیان که در بیانیه جهانی حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. 22 آگوست، روز جهانی ارتداد.